بسم الله الرحمن الرحیم. تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی، گشت نصیب این جهان، جهالت محو شد با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی حق، فخری تو بر عالم همه. یا فاطمه یا زهرا، یا ام ابیهای رسول، یا فاطمه یا زهرا، ای دختر خیر انام، یا فاطمه یا زهرا، یا آینه نور خدا، یا فاطمه یا زهرا، ای بهترین پیک و پیام. مؤسسه فرهنگی قرآن و عطرت نور فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم می کند. آدرس سایت www.nurfatima.org، آدرس ایمیل info@nurfatima.org، تلفن تماس 2098-912-7-599-599. شاهم شه افلاکیان، یا علی مولا، ای بود تراب خاکیان، یا علی مولا، در سرم آرزوی تو، بر لبم گفت و بوی تو، قبله هم کوی تو، ماه روی تو. علی 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 علی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين الحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء وعجل الله تعالى فرجه وجعلنا الله من أنصاره وأشيائه بآستان همایونش صلوات. بحث خودمون رو در این ایام ماه مبارک در حول محور خطبه اول نهج البلاغه انشاءالله قرار خواهیم داد، چون در سالهای قبل خطبه های مهم و نامه های مهم نهج البلاغه شرح و بسط داده شده. خطبه اول که از خطبه های مهم نهج البلاغه هست، مباحث توحیدی و معرفتی والایی در آن قرار داره، جا داشت که در یکی از این ایام بهش بپردازیم که خداوند توفیق داد انشاءالله در این ماه مبارک در مورد این خطبه بحث کنیم. حضرت امیر سلام الله علیه بناشون این هست که در تمامی خطبه ها با حمد خدا شروع می کنن، و اگر شما خطبه ای را ببینید که ابتدایش حمد نداره، از اینجا می فهمیم که آغاز خطبه نیست، یا اواسط خطبه است یا اواخر خطبه. علل قاعده خطبه ای نیست که بدون حمد شروع نشده باشه. امیرالمؤمنین با حمد خدا شروع میکنن، الحمد لله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون. حمد از آن خدایی است که هیچ سخندانی
به مدح و ستایش او نخواهد رسید. تمام صاحبان فکر و اندیشه و معرفت و ادراک از فرش تا عرش و ماورای عرش توان مدح و حمد حقیقی خدا رو ندارند و نخواهند توانست نعمتهای خدا رو احصا و شمارش کنند. و کسانی که در عبادت خدا کوشنده هستند توان ادای حق الهی رو ندارند. این سه جمله بسیار مهم در ارتباط با حضرت حق هست: مدح خدا، شکر خدا و ادای حق خدا. اما قبل از تحلیل این سه جمله، این الحمدلله رو میخوایم ببینیم یعنی چی؟ یعنی چی حمد خدا؟ ابتدا من یه بحث که در ادبیات بیشتر مطرح کردن و عرض میکنم، بعد وارد بحث عمیق‌تر حمد میشیم. در کتاب‌های ادبیات عرب بین حمد و مدح و شکر فرق گذاشته‌اند. گفتن حمد عبارت است از ثنا و ستایش جمیل اختیاری، یعنی یک زیبایی که از خود زیبا باشه. اگه او رو بخوایم تعریف کنیم، ستایش کنیم، اسم این حمده. اما اگر تعریف و ستایش چیزی کنیم که زیباییش اختیاری خودش نیست، بهش داده شده، به این میگن مدح. البته مدح و بعضیا اعم از حمد دونستن، یعنی مدح هم شامل توصیف اختیاری است هم غیر اختیاری. مثلا شما یه مروارید زیبا، یک طبیعت زیبا، یک صورت زیبا رو وقتی تعریف میکنید، به این میگن مدح کردید، نمیگن حمد. چرا؟ چون زیبایی این طبیعت و این شی از خودش نیست، به دست خودش خودشو زیبا نکرده، لذا زیبایی او را که می ستایید نامش حمد نیست، نامش مدحه. اما حمد مال اون زیبایی است که اصل زیبایی از خودشه، لذا حمد مال خداست، چون تنها خدا هست که جمال حقیقی داره، زیبایی حقیقی مال اوست. تمام زیبایی‌های عالم از خداست، هر آن چه جمال هست از اوست، مال خودش نیست، مال خداست. لذا حمد فقط مال اوست، مال کس دیگه نیست. چرا؟ چون زیبای اختیاری و جمیل اختیاری فقط حضرت حقه، اوست که زیباست و زیبایی از خودشه و مال خودشه و خودش به خودش داده. لذا فرق حمد و مدح در اینجا هستش. اما شکر مربوط به فعل زیباست که نعمت بهش میگن. حمد و مدح مال ذات زیباست، مال حسنه، اما شکر مال احسانه. نعمتی به انسان رسیده، نیکی و خوبی به انسان رسیده، انسان در برابر اون ادای احترام که می کند اسم اون شکره. این حمد و شکر از مفاهیم اساسی در فرهنگ دینی ماست که باید تحلیلش بکنیم، شوخی نیست. ببینید، خدا گفته ما استغفار کنید، گفته تسبیح بگید، گفته حمد بگید،
گفته یاد من بکنید، گفته دعا بکنید، اینا یعنی چی؟ مشکل همه ما این است به شکل اینها توجه داریم، نه شاکل و حقیقت اینها. حقیقت استغفار کار میکنه، حقیقت حمد کار میکنه، حقیقت ذکر کار میکنه، نه شکل و لفظ حمد و تسبیح و استغفار و ذکر. یا توجه داشته باشید، میخوام بفهمیم حقیقت حمد چیه. چون امیرالمؤمنین در یکی از دستوراتشون میفرماد اتقوا الله اوصیکم به تقوا الله و کثرت حمدهی، شما رو به تقوای الهی و کثرت حمد خدا وصیت میکنم. حالا حمد خدا چیه؟ یه الحمدلله یعنی چی؟ آخرین حرف بهشتی ها الحمدلله و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. یعنی چی حمد؟ یعنی چی استغفار؟ خب نگاه کنید، قرآن میگه استغفار کنید، استغفروا ربکم. خب چی میشه؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، از آسمون فیوزات الهی میباره، نعمت بر شما افزایش پیدا میکنه. خب ما میگیم استغفار، ولی خبری از اینا نیست. استغفارهای خوبی هم میگیم، کتاب دعا هست، انواع استغفار نوشته، دو صفحه‌ای، سه صفحه‌ای، صد بار، چهارصد بار میگیم، خبری نیست. دعا میکنیم، خبری نیست. شکل دعا رو داریم انجام میدیم، ادای دعاست، ادای استغفاره، نه حقیقت استغفار. امیرالمؤمنین کسی گفت استغفر الله، شکل گفت. حضرت فرمود اتدری ما الاستغفار، میدونی استغفار چیه؟ حضرت خواست او را از شکل به شاکله متوجه کنه، از صورت به معنا متوجه کنه. فرهنگ اهل بیت و فرهنگ شیعه فرهنگ معناست، و فرهنگی که از اهل بیت جدا شده فرهنگ صورته، فرهنگ شکله. حضرت فرمود میدونی استغفار یعنی چی؟ استغفار بر هفت معنا استواره، معنا نه شکل. اولش پشیمانیه. اگر ما معنای استغفار رو دانستیم و اون معنا رو در خودمون پیاده کردیم، اون موقع اون چه که از آثار استغفار وجود داره مترتب میشه. بله، از آسمون فیوزات میاد، نعمت رو به افزایش میره، اگر استغفار استغفار واقعی باشه. ذکرم همین جوره. وقتی خدا میگه یاد کنید مرا، منم شما رو یاد میکنم. خب اگه ما ذکر خدا میگیم، اثرش اینه که باید خدا یاد ما بکنه. انا جلیس و من ذکرنی، هر کی یاد خدا بکنه خدا همنشینشه. یعنی چه همنشین؟ خیلی معنای عمیقی داره. شما اگر مجالس کسی بشید از فیوزات او بهره مند میشید. خدا میگه من همنشین ذاکر هستم. خب چرا ما ذکر میگیم همچی اثری نمیبینیم؟ چون صورت ذکر رو میگیم، شکل ذکر رو رعایت میکنیم. حقیقت ذکر رو اهل بیت به ما گفتن، تو مکتب اهل بیت گفتن حقیقت ذکر چیه. ذکر این نیست که هی تسبیح بگیم، سبحان الله و الحمدلله بگیم. ذکره که موقع اطاعت اطاعت، موقع گناه ترک گناه کنیم، اونجا ذکر الله محقق شده، اونجا یاد خدا بودیم. خدا هم یاد ماست، هم نشین ماست. کسی که خدا هم نشینش باشه،
گرفتگی، تنگی، تاریکی در ساحت وجودش راه نداره. پس این که گفتن یاد من کنید، یاد سوری اثر نداره، یاد حقیقی اثر داره. حالا میگه تسبیح منو بکنید، حمد بکنید. یعنی چی تسبیح و حمد؟ فسبح به حمد ربک یعنی چی؟ حقیقت حمد متوقف است بر بیان حقیقت تسبیح. ما وقتی میگیم سبحان الله، یعنی خدا منزه است از هر نقص و عیبی. نه ذاتش نقصی داره، نه افعالش نقصی داره. خب حقیقت این است که ما هیچگاه در باطنمون بر خدا اعتراض نکنیم. وقتی اوضاع زندگی خوبه، خدا در کار نیست، هنر خودمونه. وقتی اوضاع زندگی به هم میریزه، میریم سراغ خدا. چرا این کار کردیم؟ خودم بودم که چنین وجود آوردم. اونجا که میرسیم گردن خدا میندازیم. حالا هی بگو سبحان الله. خب در باطن داری میگی ایراد رو خدا داره، من ندارم. هی بگو سبحان الله. مثل اون فردیست که میگه استغفر الله، حضرت فرمود مادرت به عذاب بشینه. میدونی استغفار چیه؟ اینجا کسی که به خدا در باطن اعتراض داره و سبحان الله میگه، باید بگیم مادرت به عذاب بشینه. میدونی سبحان الله چیه؟ سبحان الله اینه. شیطان وقتی رونده شد از درگاه خدا، خدا یه تشر به شیطان زد، به آدم هم تشر زد. خوب دقت کنید، آدم درخت و خورد، خدا بهش تشر زد، چرا خوردی؟ شیطان هم سجده نکرد، خدا بهش تشر زد. جواب این دوتا رو بدونید، تمایز شیطان و انسان تو این دو جواب. جواب آدم جواب تسبیحی است که خدا رو نشانه تسبیح خداست، و جواب شیطان نشانه تسبیح خودشه. شیطان به خدا چی گفت؟ خدا گفت چرا سجده نکردی؟ گفت خدایا تو گمراهم کردی. خودش با لغزی، لغزش که عیبه، به خدا نسبت داد. رب به ما اغویتنی. بعدم گفت حالا که چنین کردی گمراه میکنم مردم را. به آدم که تشر زد گفت چرا خوردی، آدم به خاک نشست. گفت ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدای عیب از خودم بود که خوردم، خودم به خودم ظلم کردم، تو که به من بدی نکردی. اینجا گام اولیه تسبیح بود که حضرت آدم تسبیح خدا را با این پاسخ داد، یعنی تو کاری نکردی، تو بدی نکردی، تو نقصی در ذات و فعلت نیست، منم که ناقصم و لغزیدم. و اینجا بود که با این تسبیحش آدم آدم شد و شیطان شیطان شد. شما قرآن رو بخونید، زبان انبیا و اولیا در قرآن تمام زبان تسبیحیه. حضرت خضر تو اون داستان موسی و خضر کشتی رو سوراخ میکنه، آخر کار میگه من همه رو به دستور خدا کردم ها. ولی وقتی سوراخ کردن کشتی عیبه، به خدا نسبت نمیگه، میگه ارد تو ان عیبه ها، خواستم معیوبش کنم کشتی رو. در مورد اون گنجی که دیوار رو ساخت میگه فعراد ربک، خدا خواسته که این بمون.
اونجا رو به خودش نسبت داد، ولو دستور خداست، اما چون عیب بود، ظاهرش عیب بود. مادر حضرت مریم میخواست پسر به دنیا بیاره، دختر به دنیا آورد، ناراحت شد، چون میخواست پسرش رو وقف عبادتگاه بکنه، دختر رو نمیتونست این کار بکنه. دختر رو خدا میده، پسر رو خدا میده، نگفت خدایا چرا به هم دختر دادی، چون اون رو عیب میدونست به خودش نسبت داد. رب انی وضعتها انسا، خدایا من دختر آوردم، والله اعلم و به ما وضعت، خدا خودش میدونه که من چه آوردم. ببینید تسبیح توی تصمیمای زندگیمون، توی گفته‌های زندگیمون، توی احساس‌های درونمون تسبیح حقیقی وجود داره. اگه تو باطن هر چی که اتفاق میفته اگه خرابه به خودمون نسبت بدیم و اگه خوبه به خدا، اون موقع در جرگه مسبحین وارد شد. ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، اگر بدیست از خود ببینیم و اگر خوبیست از خدا. اینجا به تسبیح و حقیقت تسبیح نزدیک شدیم، و الا با سبحان الله گفتن مسبح نخواهیم بود. و اما حمد، مقام حمد ارفع از مقام تسبیح. مقام حمد سناست، ستایش بر زیباییه. یعنی ابتدا خدا را بدون نقص دیدن تسبیح، و هر چه خوبیست از او دیدن حمد. زینب کبرا سلام الله علیها وقتی گفت دیدی خدا با برادرت چه کرد، فرمود ما رأیت الا جمیلا. این حقیقت حمده، یعنی خدا جز خوبی از خدا نمیبینم. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. این معنی حمده. مولا در نهج البلاغه میفرماید نحمده علی آلائه کما نحمده علی بلائه. هم به آلائش حمد میکنیم، هم به بلائش حمد میکنیم. این حمده که هرچه از او میرسد نیکوست، زیبای مطلق است، حسن مطلق است، و هر آنچه که میکند زیباست. و اگه به این شعور و درک زیبایی نسبت به ذات اقدس الهی، به صفات خدا، به افعال خدا رسیدیم، به حمد خدا رسیدیم، اون وقت میتونیم واقعا بگیم الحمدلله رب العالمین، فلله الحمد رب السماوات و رب الارض. حمد مال خداست که ربوبیت آسمان ها و زمین هم مال اوست. خب اگر این حمد تحقق پیدا کنه آثارش چیه؟ اومد واقعا قشنگ ببینیم تو باطنمون، چون بهشتیان آخر کار تو بهشت قشنگی ها رو میبینن، اینجا نمیتونیم ببینیم. خیلی اگه ما خیلی زور بزنیم تو این دنیا کمل از عرفا هم به مقام تسبیح فقط برسیم، همین مقام تحمید مال اون بره حقیقتش، که ببینیم هر چه که بوده زیبا بوده.
هرچه که بوده زیبا بوده. یکی از بزرگان میفرمود، میگه من الان 80 خورده سال از عمرم میگذره، الان دارم میفهمم که هرچه تو زندگیم پیش آمده خیرم بوده. گرسنگی ها، فقر ها، مشکلات، همه و همه الان میبینم چقدر زیبا بوده. اون موقع میفهمم. اونجا آدم میفهمه زیبایی رو و حمد رو اونجا از باطنش صدا میکنه که و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ای زیبا، ای حسن مطلق، همه تو زیبایی است، همه فعلت زیباست، همه چیزت زیباست. خب اگر ما به این حقیقت هم توجه کنیم، آثار این هم چه خواهد؟ من فقط به چند تا از آثارش اشاره می کنم از کلمات خود امیرالمؤمنین، دیگه باقیش آثار بعدیش دیگه باید انشاءالله خدا توفیق بده برسیم به حمد تا آثارشو ببینیم. امیرالمؤمنین می فرماد جعل الحمد مفتاحا لذکره و سببا للمزید من فضله. دیگه بالاتر این چیزی می خواهیم؟ خدا حمد رو کلید یاد خودش قرار داده. یعنی اگه ما به حمد برسیم، این حمد ما در کلید در ذکر اللهه. او ذکر اللهی که قرآن دعوت کرده ما رو به ذکر خدا، به ذکر کثیر خدا، به ذکری که از باباهامون بیشتر خدا رو یاد کنیم، او اشد و ذکرن. او ذکری که اگه یادش کنیم یادمون میکنه خدا، تو دنیا، تو قبر، تو برزخ، تو قیامت هوامونو داره. هم کلید این هست که خدا هوای آدمو داشته باشه، هوامونو داشته باشه. خیلی حرفه. و سببن دل مزید من فضله، سبب میشه که فضل پروردگار و بخشش پروردگار فزونی یابد در ما. قرآن به پیغمبر میگه و کان فضله علیک کبیرا. پیغمبر، فضل خدا بر تو زیاده. به هیچ کسی اینو نگفت، به هیچ پیغمبری نگفته که فضل من بر تو کبیره جز رسول الله. این به خاطر اینه که پیغمبر در مرحله حامدیت حق در اوج قرار داره، چنان حمد حق میکنه و چنان زیبا میبینه هستی رو و خدا رو که به نقطه و کان فضله علیک کبیرا رسید. هرچه حمد ما بیشتر، درک ما از زیبایی حق بیشتر، ریزش فضل از خدا به سوی ما فراوانتر خواهد بود. سببا للمزید من فضله. در خطبه 157 امیرالمؤمنین می‌فرماد احمده استتماماً لنعمته و استسلاماً لعزته و استعصاماً من معصیته. واقعاً این جملات حساب شده است، ارتباطش با هم گیج کننده است. آدم گاهی اوقات در آستانه کلام معصوم میمونه، دیگه نمیتونه داخل بشه. حرف خیلی سنگینه. اینکه قرآن به پیغمبر میگه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قرآن سخنی است که بر جان پیغمبر با اون عظمتش میگه ثقیله، یعنی درکش خیلی توان میبره.
کلام معصوم ما هم نسبت به کلام معصوم همینطوره. سخن معصوم خیلی سنگینه، لذا در روایت داریم سخن ما صعبه، سنگینه، سخته، مستصعبه. فرشته های مقرب و مؤمنینی که خدا دلشون رو امتحان کرده و از امتحان خوب بیرون اومدن، اونا میتونن سخن معصوم رو بفهمن. لذا ما هرچی حرف میزنیم تو آستانه کلام مولا داریم حرف میزنیم، ما کجا به این که داخل این کلام بشیم. لذا یه ترجمه ناقصیه این حرفای ما. یعنی چی این حرف؟ احمده مولا میگه استتمامن لنعمته، حمد خدا نتیجش متممیت نعمته، نعمت رو به کمال میرسونه حمد. دو استسلامن لعزته، ما را در مرحله تسلیم عزت خدا قرار میده. عزت خدا چیه؟ خیلی حرف داره. و استعصاماً من معصیته، میخواییم گناه نکنی؟ او چیزی که اسمت از گناه به ما میده حمد خداست. یکی از آثار حمد اینه که انسان گناه نمیکنه. بله؟ الحمدلله خاصیتش اینه که نمیذاره گناه کنه. یعنی چی؟ اینا رابطه چیه؟ نمیفهمیم ما فعلا. حال میخوام اینو معنا کنم. اگه انسان حمد خدا کرد، گفت خدایا تو زیبایی، این که در روایات داره اگه بدبین به خدا باشید، در قرآن هم داره الذين يظنون بالله ظن السوء عليهم دائره السوء، کسی که در ارزیابیش از خدا بدبین به خداست، بدی میاد سراغش. نقطه مقابل اونایی که خدا رو خوب میبینن و خوشبینن به خدا، خوب میاد براشون. خوبی هایی که میاد یکیش اینه، نعمت‌ها رو خدا برای اینا تکمیل میکنه. راجع به نعمت انشاءالله چند جلسه دیگه مفصل صحبت میکنیم. نعمت بحث مفصلی داره که باید دقیق بررسی کنیم، اینو میذاریم اونجا. فقط اینو میخوام بگیم، اگه کسی در رابطه با حق حامد بود و خدا رو و فعلش رو زیبا دید، منتظر تکمیل نعمت ها باشه. خدا تکمیل میکنه نعمتاشو نسبت به این فرد. دوم این است که در برابر عزت خدا تسلیم میشه. اولا عزت یعنی چی؟ تو فارسی بعضی از مترجما اخیراً یه ترجمه نسبتاً، حالا بعضی کلمات واقعاً معادل دقیق فارسی نداره، ما عزت رو نمیتونیم یه معنای دقیق فارسی براش بیاریم، ولی بعضیا معنا کردن شکست ناپذیر. عزیز یعنی کسی که نمیتونیم نفوذ توش کنیم، شکستش بدیم. او غالبه، ما مغلوبیم، نمیتونیم غالبش بشیم. خب حالا دقت کنیم، ماها گاهی قات مغلوب نفس میشیم، مغلوب دنیا میشیم، مغلوب زیبایی های ظاهری دنیا میشیم، اونا غالب میشن، اونا را عزیز میدونیم. عزیزه، چون عزیز هست مغلوبش میشیم. عزیز خیالی، عزیز واهی، ولی نمیدونیم اینا به ما امیر شدن و ما اسیر شدیم، خود اونا اسیرن. خود اون زیبایی که شما عاشق شدی دلتو برده، همون اون زیباییش از خودش نیست، یه روز این زیباییش میپره
و شکست میخوره تو اون جلوه‌هاش، تو اون تلألوهاش. همین دنیایی که من و شما رو فریب میده یه روزی متلاشی میشه. اینها خیال عزت و عزیزی هست، نه حقیقت عزت و عزیزی. اینا همشون شکست پذیرن، اینا همشون فرو میریزن. بت من نقاب بکشاز جمال کبریایی، که بتان فرو نشانن اساس خود مایی. همه فرو میریزن، همه شکست میخورن. انسانی که در مقام حمد خداست، زیبایی رو از او میبیند، غیر خدا دیگه زیبا نیست. وقتی غیر خدا زیبا نبود عزیز نیست، عزیز نبود اسیرش دیگه نیست. خدا رو که زیبا دیدیم او میشه عزیز، پس اسیر عزت اوییم، استسلامن لعزته. همه چیز رو از او میبینیم، همه زیبایی ها رو از او میبینیم، شکست ناپذیری از اوست، غالبی از اوست، لذا تسلیم عزت حق میشیم. و اثر سوم حمد خدا این است که استعصامن من معصیته، نمیذاره ما گناه کنیم. قصه چیه؟ شما اگه عاشق یه زیبا رو شدین، عاشق یه کسی شد، هر کی میخواد بشه، تمام همت شما این است که دل معشوق رو به دست بیاری، غیر از اینه؟ برای اینکه دل او رو به دست بیاری خلاف رأی او کاری نمیکنی، تردیدی در این موضوع نیست. کسی که خدا رو از این زاویه دید، زیبای مطلق، پس عشق به حق داریم، عشق به خدا داریم، نمیخوام نارضایتیش به دست بیاد، نمیخوام نارضایتیش به دست بیاد، گناهشو نمیکنیم، مخالفتشو نمیکنیم. پس اگر ما در حمد حقیقی خدا نشستیم و خدا رو به زیبایی نظاره کردیم، عاشق خدا میشه. عاشق خدا شدیم، نمیتونیم گناه بکنیم، نمیتونیم گناه بکنیم. استعصاماً لمعصیته، نمیذاره اصلا گناه بکنیم. خب قانون عشق اینه که معشوق رو مخالفت نکنه. خب این حقیقت حمده که از مکتب اهل بیت می آموزیم. الحمدلله، الحمدلله، یعنی خدا خیلی زیبایی، خدا همه چیزت زیباست و هر آنچه که می بینیم زیبا می بینیم، اسیرت هستیم، عاشقت هستیم. ثمره این حمد اینه، دائما یاد تو هستیم، ثمره حمد همین هست. خب این در مورد موضوع حمد. حالا امیرالمؤمنین میفرماد الحمد لله، علی میگه الذی لا یبلغ مدحته القائل، خدا حقیقتی است که زیبایی او و حسن او رو احدی نمیتونه به توصیف و تصویر او گامی برداره. یعنی حمد خدا اگر به حقیقتش رسیدیم، حقیقتش عجز از حمده، همونطوری که در شکرم همینجوره. خدای چجوری شکرت کنیم؟ عاجز از شد. دیدیم زیبا هستی، اما این زیبایی رو نمیتونیم به تصویر بکشیم. نهایت حمد حیرت در زیبایی است. دیدید شما در مقابل صحنه زیبا قرار میگیرید، میگه یه شعر بگو، یه حرف بزن، میگه چی؟ انقدر شگفت انگیزه که نمیتونم حرف بزنم. من عرف الله من عفاه من الکلام، وقتی شناخت
دهنش بسته میشه. وقتی به این زیبایی رسید دیگه توان نداره توصیف کنه. وقتی که پیامبر فرمود لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ما نمیتونیم تو رو ستایش کنیم، نمیتونیم تو رو توصیف کنیم، خودتی که باید خودتو برا ما توصیف کنی. آنجا که عقاب پر بریزد اون بزرگترین حامد پروردگار رسول اکرم، آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد؟ لا یبلغ مدحته القائل، گویندگان توصیف کنندگان نمی توانند به توصیف و تصویری از زیبایی خدا دست یازند، به تصویر نمی آن. زیبایی است که تصویرها رو او تصویر کرده، هو الذی یصور فی الارحام، المصور، خودش صورت میده، خودش زیبایی میده، زیبایی خودش به تصویر نمیاد، تصور نمیشه کرد. فقط به حیرت باید نشست و به شگفتی در برابر حسن مطلق الهی و زیبایی خدا. ولا یحصی نعماءه العابد، حسن او رو نمیتوانیم از احدش بر بیاییم. نعما احسان اوست، احسان او رم نمیتونیم بشماریم. حس مال خودشه، احسان زیبایی است که از او به ما رسیده. حس و احسان، ما یه موقع عاشق حسنیم یه موقع عاشق احسانیم. اگه عاشق حسن بودیم به مقام حمد میرسیم، اگه عاشق احسان بودیم به مقام شکر میرسیم. میری پیش امام رضا، اگه امام رضا جواب تو داد احسان کرد، گریه میکنی، حرف میزنی، قربون صدقه میری. اگه نداد قهر میکنی، دلت میگی. عاشقی شما عاشقی به احسانه، یکی بالاتره میگه به هم بده یا نده مهم، خودت زیبا، من خودتو میخوام، من عاشق خودت، خودت عاشق. ائمه ما ویژگی اساسیشون التامین فی محبت الله، در عشق خدا تمامند، یعنی خودشو دوست دارن. امیرالمومنین فرمود نعمت بالاترین نعمت بهشته، به خاطر اینکه عبادتت نمیکنن. بالاترین نقمتش هم جهنم، از اونم نمیترسن، به خاطر ترس از اون نیست، بل وجد تو که احرن للباس، عاشق حسنه نه احسان، بالاتر رفته. به هم بدی ندی، محروم کنی نکن، خودتو میخوای. حالا در مورد ائمه هم اینجوره، قهر چرا میکنی؟ حسین زیباست، زیباییش من عاشق کرده و دیوانه کرده. آقای حسین منو مجنون کرده. حالا حسین خونه میخوام، زن میخوام، بچه میخوام بده یا نه، این مهم نیست براش، این خیلی بالاتر رفته. این حسینو برا خودش نمیخواد، خودشو برا حسین میخواد. مقام حسن و احسان فرقش اینجاست. کسی که عاشق حسنه یعنی در مقام حمد نشسته، خودشو هزینه خدا و اهل بیت میکنه. کسی که اون طرف نشسته اونا رو برا خودش میخواد. و این خیلی با هم فرق داره، این دوتا تفاوتشون از زمین تا آسمان. این دو نگاه و این دو صفت چنین با هم متفاوته.
خب نعمت احسانی است که خدا به ما میکنه، احسانی که خدا کرده. لا یحصی نعمائه العابدون. اگه میتونی نعمت های خدا رو بشمونی؟ نه نمیتونی. ما یه مشکلی داریم ما آدم ها، موجودات دیگه مشکل رو ندارن. ما آدم ها به قول آقای میگفت شازده ایم، بالاخره مال بالا بودیم، عالم ملکوت آوردن اینجا دیگه، صدرنشین بودیم، شاهنشین بودیم، شازده ایم. اومدیم اینجا، اینجا هم جای خیلی تنگ و ترشیه، هی قر میزنیم، زبان قر زدن و نق زدن داریم ما. ما همش به نداده ها فکر میکنیم، نداده ها. بله انسان یه موجودیه، استعداد این رو داره که همه چی تو چنگش بیاد، به کون و مکان مسلط بشه، آسمان و زمین مسخرش بشه. آره تو استعداد انسان هست. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. میبینه نیست، به نداده ها که فکر میکنه، هی شروع میکنه قصه خوردن و نق زدن. لحظه ای به داده های خودش اندیشه نمیکنه. کسانی که دوچار یک ناراحتی های روحی هستن، این فرمول باز شدنشون همینه، به مثبت ها و داده ها اندیشه کنید، نه به نداده ها. شما ببینید خدا به شما چه چیزایی داده. همین چشمی که الان من و شما داریم، حالا میگی پول خیلی خوبه، چقدر پوله؟ اگه چش شما بیناییشو از دست بده، هرچی که داری حاضری بدی تا چشتو به دست بیاری؟ بله یا نه؟ بله. پس خیلی شما ثروت الان داری، گوش داره میشنوه، زبان داره حرف میزنه، قلب داره میتپه، مغز داره فکر میکنه، کمه اینجور چیزا؟ پدر ما، مادر ما، اجداد ما، برید جلو، هر چی هست، یه غذایی رو خوردن شده نطفه، نطفه هم شده تو رحم، شدیم ما. حالا اگر اون غذا رو یه حیوانی میامد میخورد، اون گیاه، اون گیاه، اون میوره حیوانی میامد میخورد، ما چی بودیم؟ فکر کردیم لحظاتی به این موضوع؟ همین که ما درک داریم، سوال میکنیم، حرف میزنیم، خیلی نعمت خدا داده به ما. حالا انشالله تو بخش نعمت ها من اینو بحث میکنم. انسان یکی از ویژگی‌هاش این کفرانشه، لکفور انسان. خدا بهش چیزایی داده که به فرشته هاش هم نداده، به هیچ موجودی نداده، به انسان داده. اما انسان ناسپاس. ان الانسان لربه لکنود. انسان نسبت به خدای خودش ناسپاس. اگه بشینیم نعمتاشو بشمرین، نمیتونیم بشمرین. شمارش یا امیرالمومنین، شمارش نعمت باشه، درک نعمت فقط بکنیم که ببینیم خدا بهمون نعمت داده. حالا شمارش باشه بعدن. اگر ما بفهمیم خدا چه نعمتایی به ما داده، رابطمون با خدا کلی 180 درجه تغییر پیدا می‌کنه. ولا یحصی نعمائه العابدون. انشاءالله عرض کردیم نعمت رو باید راجبش بیشتر صحبت کنیم که باشه بعد. ولا یعدی حق قهل مجتهدون. مجتهد در لسان روایات با مجتهد اصطلاحی فرق داره. الان میگن مجتهد یعنی کسی که توان استنباط احکام شرعی رو از روی ادله تفصیلی داره، این میشه مجتهد. اما در هیچ روایتی مجتهد به این معنا نیست. معنای مجتهد در روایات و دعا
کسی است که در عبادت و از جهت عملی نه علمی کوشاست. در دعای ماه رجب داره اللهم اهدنی هدى المهتدین وارزقنی اجتهاد المجتهدین. خدایا تلاش تلاشگران یعنی عبادت کنندگان رو روزی من کن. مجتهد یعنی اونایی که در عبادت خدا و اطاعت خدا نهایت تلاش سعیشون رو میکنن. مولا میفرماد اینا نمیتونن حق الهی رو ادا کنن، نمیتونن. یه نماز میخونیم، روزه میگیریم، چقدر منت سر خدا میزنیم. یه کار خیر میکنیم، چقدر منت سر خدا میزنیم. ما هرچی عبادت کنیم، یعنی اصلا تمام آناتمون و لحظاتمون عبادت و اطاعت خدا بشه، نمیتونیم حق خدا رو ادا کنیم. خدا به ما چه کرده؟ نمیتونیم حقش رو ادا کنیم. حالا یه نمازی در 24 ساعت میخونیم، توقع اون هم داریم که تمامی نعم بهشتی هم مال خود ما باشه، دیگه بالاتر به کسی هم نده، به ما بده. اگرم یک ذره مشکل پیش بیاد میگیم ها ای خدا، چه ما این همه نماز روزه عبادت کار خیر، چرا اینجوری میکنه خدا، چرا اینجوری میکنه؟ چقدر فرق داره. امیرالمؤمنینی که در عبادت آنچنانه تیر از پاش میکشن متوجه نیست. صبح میشه میگه خدایا صبح شد، هنوز از دریای محبت جامی نگرفت. به فجر نگاه میکنه میگه تا حالا شده به تابی و علی چشش خواب باشه؟ میگن علی روزا بیداری، شبان بیداری، آخر کی استراحت میکنی؟ یه مصداق مجتهد اکمل و اتم امیر المؤمنی در عبادت. میگه اگر روز بخوابم حق مردم رو ضایع کردم، اگر شب بخوابم حق خودم رو ضایع کردم، با خودم میخوام حرف بزنم. این امیر المؤمنین که خشنون فی ذات الله، عبد خالص حضرت حقه، و خودش میگه خدایا این افتخار مرا بس که بنده تو هستم، اونم بنده‌ای که عبادتش نه ترس از جهنم و نه طمع در بهشت، که به خاطر محبت خداست. چنین عابدی میگوید لا یعدی حقه المجتهدون، ادای حق خدا را با این عبادت‌ها نمیتونیم انجام بدیم. چی میبین؟ این سه تا کلمه امیرالمؤمنین. آقا طرف دنبال عرفان عملی میگرده، هزار کتاب و زیر و رو میکنه، همین سه تا کلمه بس. و به همین سه تا کلمه برسیم. اگر ما این سه کلمه را بفهمیم و به آن برسیم، به اوج معنا و عرفان دست یافتیم. راه‌های رسیدن به حقیقت برامون مفتوح میشه که هرچی عبادت میکنیم لا یا عبدی حق قول خودم رو که کاری نکردیم، ما اصلا حقی از حقوق تو رو نتونستیم ادا بکنیم. در دعا داریم اللهم لا تخرجنی من التقصیر، خدایا هیچگاه ما رو از حالت تقصیر بیرون نیار، ما همیشه مقصرین در عبادت خدا، در اطاعت خدا. خوب خوبم انجام بدیم باز مقصرین. ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. عجیب و غریب این نهج البلاغه. از خدا که حرف میزنه امیرالمؤمنین، همش اینجا لا میاره، لا يبلغ مدحته، لا يعدي حقه، لا یدرکه، لا یناله، لیس، لا لا لا. خب یک جوری خدا رو در غیب میبره، اصلا این خدا رو نمیتونی توصیف کنی، نمیتونی شکرش کنی، نمیتونی حقش رو ادا کنی، نمیتونی حتی به درکش برسی. بعد یک ها از غیب به شهادت میاد، الذی
فطر الخلائق به قدرته، نشر الرياح به رحمته. حالا اون خدایی که نمیتونی معرفت پیدا کنی، او خدا فاطر خالق رحیمه، میاد تو شهادت. اون هو الظاهر و الباطن که در قرآن داره، مولا تو این جملاتش آورده. جملات آغازین بطون حق، جملات بعدی ظهور حق. اونجا بطون است راه نداریم، اینجا ظهور است جلوه حضرت حقه. لذا مولا می فرماد کسی نمیتونه خدا رو بشناسه، اما خدا واجب معرفتش هم بر ما رو محروم نکرده. دائم به روی دست و دعا جلوه می کنیم ظهور خدا، اما ندیده کس نقش پای تو بتون. در هیچ پرده نیست نباشد نوای تو، عالم پر است از تو و خالی است جای تو. همه از اوست و همه ظهور اوست و همه جا جلوه خداست و تجلی خداست. که حالا تجلی هم باید معنا کنیم، نه این حرفی که بعضی از عرفا میزنند. تجلی خداست. حضرت در نهج البلاغه آورده کلمه تجلی رو مکرر، اما در عین حال که در هیچ پرده نیست نباشد نوای تو، عالم پر است از تو. ما رأیت شیئا، هر چی رو دیدم قبلش و بعدش و همراهش خدا رو دیدم. عالم پر است از تو و خالی است جای تو. در عین ظهور باطن است و مستور است و غیب است و احدی به او دسترسی ندارد. ما عرفناک حق معرفتک، اون چه که باید معرفت خدا کسی نرسیده. الذی لا یدرکه بعد الهمم، ادامه بحث بطون و غیب حضرت حق هست که احتیاج به توضیح بیشتری داره. انشاءالله به توفیق پروردگار فردا شب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.